احتمال حمله مستقیم آمریکا و متحدانش به صنعا. نشریه آمریکایی لیبرال پاتریوت در گزارشی با اشاره به تهدیدات فزاینده نیروهای مسلح یمن ضد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های عازم اسرائیل از تنگه باب‌المندب گزارش داد که از 15 دسامبر 4 شرکت از 5 شرکت بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان خدمات خود را در دریای سرخ، مسیری که ترافیک کانال سوئز باید از طریق آن عبور کند، متوقف کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح ارتش یمن که به سلاح‌های پیشرفته مجهز هستند، حمله‌های خود را به جریان‌های کشتیرانی جهانی افزایش دادند و با بسته شدن ناگهانی یکی از شریان‌های تجاری بزرگ جهان، آمریکا و متحدانش در حال افزایش فعالیت‌های دریایی در خاورمیانه هستند و حتی ممکن است به صنعا حمله کنند تا بتوانند عبور آزاد در این منطقه را دوباره برقرار کنند. این گزارش می‌افزاید با بحران دریایی به وجود آمده در دریای سرخ ممکن است که ایالات متحده و متحدان نزدیک آن مانند انگلیس و فرانسه را به اقدام نظامی مستقیم علیه جنبش انصارالله در آینده نزدیک سوق دهد. در این گزارش آمده است دلیل نادیده گرفتن واشنگتن در حمله مستقیم به جنبش انصارالله به دلیل موقعیت بحرانی آن در منطقه همزمان با سلسله حمله‌های گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه به مواضع آمریکا است که پاسخ نظامی آمریکا می‌تواند به ایجاد رشته‌های بی‌پایانی از حمله‌ها از جبهه‌های مختلف از یمن تا سایر نقاط در منطقه غرب آسیا ضد منافع آمریکا فراگیرد و به اخراج واشنگتن از منطقه غرب آسیا و پیروزی جبهه‌های مقاومت مبدل شود که دولت مردان آمریکا در شرایط کنونی از درگیری فراگیر مستقیم اجتناب می‌کند. گفتنی است در جریان حمایت نیروهای مسلح یمن از گروه‌های مقاومت فلسطینی، یک منبع دریانوردی یمنی دیروز از هدف قرار گرفتن دو کشتی با دو موشک شلیک شده از سوی ارتش یمن خبر داد. این منبع یمنی به الجزیره اعلام کرد که هدف قرار گرفتن این کشتی‌ها در راستای ممانعت از حرکت آنها به سمت اراضی اشغالی انجام شده است. یمن آمریکا را تهدید کرد، دریای سرخ گورستان شما خواهد شد. وزیر دفاع یمن در واکنش به خبر اعلام تشکیل ائتلاف آمریکایی تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن دریای سرخ را گورستان آمریکایی‌ها و متحدانشان خواهند کرد. العاطفی در واکنش به اظهارات لوید استین وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تشکیل ائتلاف دریایی تصریح کرد ما امکاناتی در اختیار داریم که می توانیم ناوگان‌ها و کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و ناوهای هواپیمابرتان را غرق کنیم. وزیر دفاع یمن خطاب به آمریکا و متحدانش تاکید کرد دریای سرخ گورستان شما خواهد شد. لوید استین وزیر دفاع آمریکا به صورت رسمی از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی با هدف تامین امنیت مسیر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داد. از نکات قابل توجه در این ائتلاف عدم مشارکت عربستان و امارات متحده عربی در این مجموعه است. بنابر اعلان استین، کشورهای بحرین، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، سیشل و اسپانیا در این ائتلاف حاضر خواهند شد. لوید استین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفته است حملات غیرمسئولانه حوثی‌ها از یمن به کشتی‌های تجاری آزادی تجارت را تهدید می‌کند، دریانوردان بی‌گناه را به خطر می‌اندازد و ناقض قوانین بین‌المللی است. وزیر دفاع آمریکا گفته است دریای سرخ آبراهی حیاتی است که برای ناوبری و تسهیل بازرگانی بین‌المللی ضروری بوده است. این مسیر دریایی کشتی‌هایی را که از آسیا و شرق آفریقا می‌آیند از طریق کانال سوئز به اروپا می‌رساند که نقطه اصلی دسترسی به دریای مدیترانه است. آستین گفت کشورهایی که به دنبال حفظ اصول بنیادین آزادی ناوبری هستند باید با یکدیگر همکاری کنند تا جلوی حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها را به کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی بگیرند. محمود عباس اعلام کرد آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین برای اصلاحات. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بامداد سه‌شنبه گفت که آماده اصلاح این نهاد است تا بتواند آن را برای اداره نوار غزه آماده کند. عباس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز توضیح داد مشکل تغییر سیاستمداران فلسطینی و تشکیل دولت جدید نیست، مشکل سیاست‌های دولت اسرائیل است. وی با بیان اینکه آمریکا مسئول بحران کنونی در نوار غزه است اظهار داشت زیرا شریک جرم اسرائیل است و آنها را مجبور نمی‌کند چیزی را که می‌گوید انجام دهند. به نوشته رویترز رئیس تشکیلات خودگردان مجدداً تقاضای چند ساله خود از آمریکا برای حمایت از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی صلح مشابه نشست سران در مادرید در سال 1991 با هدف پیشبرد تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای قبل از 1967 را تکرار کرد.
عباس ضمن مخالفت با استفاده از خشونت برای پیشبرد آرمان فلسطین گفت: من طرفدار مقاومت مسالمت آمیز هستم. من طرفدار مذاکرات مبتنی بر کنفرانس صلح بین المللی و تحت نظارت بین الملل هستم که منجر به راه حلی شود که توسط قدرت‌های جهانی برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی محافظت شود. وی ضمن ابراز آمادگی برای بازگشت تشکیلات خودگردان به حکومت غزه در صورتی که بخشی از یک طرح گسترده تر دو دولتی باشد افسود: اما وقتی ما بازگردیم به منابع نیاز خواهیم داشت، زیرا بخش زیادی از نوار غزه در جنگ ویران شده است.